رسانه‌های افغانستان، رسانه‌هایی که در سال‌های اخیر با روی کار آمدن حکومت جدید پزاطالبانی بر شمارشان افزوده شد. از همین رو سبک جدیدی برای تبارز افکار و عقاید رونما گشت، سبکی نو و روزگاری نو به لطف پیدایش دموکراسی و پایان روزهای سیاه. اما قبل از برگشتن این ورق از تاریخ سیاه این کشور نیز، افغانستان در همان قالب کلاسیک رسانه‌های نسل اول را داشته است. رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که کمتر از آنها یاد شده است. برای این مرور تاریخی اینجا در هرات به سراغ خبرنگار کهنه‌کاری آمده ایم. خبرنگاری که بسیاری با او و قلمش آشناند. عبدالغنی نیکسیار که اکنون گرد پیری سر و صورتش را پوشانده است و بیشتر از 70 سال عمر دارد. آقای نیکسیار با وجود 70 سال عمر حافظه‌ای فوق‌العاده دارد. او می‌گوید از سومین دور فارغان رشته خبرنگاری از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل است. در حدود 50-60 سال عمرم به کار روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری و نویسندگی و ژورنالیسم صرف شده. او که دغدغه‌های دیروزش قلم زدن برای رسانه‌های چاپی بود، محصول نزدیک به 50 سال تلاش خود را نگارش مقالات و خبرهای متعدد برای رسانه‌های چاپی می‌داند و از فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های آن روز این گونه روایت می‌کند. معمولاً وقتی که مجله چاپ می‌کردیم یا روزنامه چی بودیم، خیلی ضروریات و کمبودهای از نوع تکنیکی داشتیم، لحاظ تکنیکی هم که من مثال هم قبلا خدمت شما عرض کردم، ما برای زنگوگرافی کلا مجله نداشتیم. وقت زنگوگرافی میگفتن نگار نمیفهم چی میگن و برای از اینکه یک اکثر ما چی بکنیم یا یک کلیشه تهیه بکنیم معمولا باید به کابل سفر میکردیم. آقای نیکسیار حاصل کارش را نوشتن بیش از 100 مقاله و خبر برای چندین رسانه چاپی همانند اتفاق اسلام، ژوندون، خراسان، حجت کابل، اورنگ هشتم و چندین و چند مجله دیگر میگوید. شاید سخت و تلخ باشد گفتن این حرف که این خبرنگار کهنه‌کار از چند سال به این سو دیگر فعالیت رسانه‌ای نمی‌کند. اما به هر حال حقیقت همیشه تلخ است. اما قدامت روزنامه نگاری در هرات به استاد نیکسیار خلاصه نمی شود. نعمت الله سروری استادی است که برای نخستین بار در سال 1381 به هرات آمد تا دانشکده ژورنالیسم را در دانشگاه هرات ایجاد کند. وی حاصل تدریس 17 سال با علاقه را آموزش صدها خبرنگار می گوید که بسیاری از آنها به مدارج عالی رسیدند. وقتی که نظام جدید آمد از اطلاعات و فرهنگ رفتم به پوهنتون هرات، به دانشکده ادبیات دیپارتمنت ژورنالیسم تأسیس کردیم، چون در اون زمان غیر از ما دیگه ما ماستری نداشتیم. و روزهای بعدی خانم خواجه‌زاده، شفیق جان خواجه‌زاده که هم تحصیلاتی در کابل به ژورنالیسم بود، دیگه ما دو نفر از مو سال شروع کردیم. این استاد دانشگاه که برای سالهای زیادی به عنوان استاد در دانشکده خبرنگاری هرات تدریس کرده، بسیاری او را پدر ژورنالیسم در هرات می دانند. آیا ما واقعا یک ژورنالیست حرفه‌ای و اخلاق ژورنالیستی و قوانین ژورنالیستی رعایت کردیم یا نه؟ ما به عنوان یک شاهد کوچک در این مملکت می گویم که این بازار بسیار بسیار شکننده. من حتی پیشبینی میکردم 10 سال 15 سال پیش که اینمی یک روز انفجار میکنه و امروز شما میبینید که ژورنالیست‌های ما ترور میشن. ژورنالیستی نیست که در یک فضای آرام آینده کار خود فکر کنه. این استاد پیش کسبت نیز حالا دیگر بازنشسته شده و نه برای هیچ رسانه‌ای قلم میزند و نه هم کسی از وی در دانشگاه میاموزد. دغدغه این روزهای استاد سروری که روزگاری تدریس و آموزش حرفه‌ای خبرنگاران جوان بود، حالا امنیت جانی آنهاست. ظاهراً دغدغه امنیت این روزها نعمت الله سروری را از همیشه گوشه گیرتر کرده. او میگوید برای آینده خبرنگارانی که سالها او و بسیاری از استادان این دانشکده برای آموزششان تلاش کردن نگران است.
نگرانی از آینده حرفه و قشری که شمارشان اندک اما تلفاتشان در سالهای اخیر بسیار بوده و جبران ناپذیر.